شاید سوال خیلیاتون باشه که چطوری نوشته رو داخل یه شیپ میندازن. حالا شیپ میتونه انسان باشه، حیوان باشه، هر چیزی میتونه باشه. تو این ویدیو قراره اون آموزش رو بهتون توضیح بدم. یه پیشنمایش ازش ببینیم برگردیم. خب اگر دوست داشته باشیم ببینیم این طراحی چطوری انجام شده، این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشید. درود، سارا هستم، این کانال سارا اسکیله. اگر بار اولت هست که این ویدیو رو میبینی، خیلی خوش اومدی به کانال من. من هر هفته ویدیوهایی رو منتشر میکنم از آموزش ابزارها، از آموزش تکنیک ها. اگر این سب تکنیک ها رو دوست داری، فقط کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگوله رو هم فعال کنی که هر زمان ویدیو جدید گذاشتم تشریف بیاری ویدیوی من رو ببینی. بریم که آموزش رو با هم ببینیم. اولین کاری که میکنیم میریم تو سایت thenounproject.com، سایتی که مخصوص سایت آیکون هست، بیشتر یعنی همش آیکون میده. یه دونه وال اینجا من سرچ میزنم به معنی نهنگ، یه دونه از نهنگا رو میام انتخاب میکنم که مناسب باشه، که تکست که داخلش میاریم شکل نهنگمون رو از دست نده. این به نظرم خوبه. میام اینجا شما باید حتما جیمیلتون رو وارد کنید که اینو بهتون بده. PNGش رو میزنم چون PNG میخوام. خب اینجا دانلود کرد، میبندمش. توی ایلوستریتور هستیم. من میام قسمت فایل پلیس رو میزنم، میرم توی دانلودا و این رو انتخاب میکنم، کلیک و درگ میکنم به این صورت. برای شروع طراحیم کنترل 2 قفل میکنم. البته قبل از اینکه قفلش کنم، بذارید یک کم اوپاسیتیشو کم کنم، روی 50 قرار بدم و الان قفلش میکنم. شروع میکنیم به طراحی این نهنگ. اول ببینید، خب این به صورت PNG هست دیگه، وکتور نیست، ما باید حتما وکتورش کنیم. اینو اول طراحی میکنم و بعد تکستمو میارم و میندازیم داخل این. خب شروع میکنیم به کشیدن نهنگمون. از رکتنگل استفاده میکنم، یه دونه رکتنگل رو اینجا میکشم. ببینید رکتنگل این قسمت میبینید قشنگ مربع هست. حالا برای کرویشو میگم چیکار کنم. یه خورده اینو میبرم اینور. دایرکت سلکشن تول انتخاب میکنم. یه کلیک اینجا میزنم کرویش رو اینجوری میکنم. یه کلیک اینجا میزنم کرویش رو به صورت این دایره کرو قرار میدم. یه کلیک اینجا و اینجاشو هم کرو میکنم. فکر میکنم یکم زوم کنم اینو، بعد بیاریم پایین تر. الان اوکیه. زوم اوت کنم. خب یه دایره اینجا داریم، من الیپس رو انتخاب میکنم. اینجا میبینید گرده دقیقا. اینجا رو میام یه دونه الیپس به این صورت، یکم برو بالاتر، یکم کوچیکترش کنم، یه دونه الیپس اینجا قرار میدم، یه دونه الیپس دیگه اینجا میخوایم. میبینید یه دونه الیپس دیگه هم یکم کوچیکترش میکنم. الان اوکی. اینجا میخوایم دوباره یه دونه الیپس دیگه، من این قسمت میخوام گردی و اینو میبینی. حالا کاری به اون قسمت تیکه بالاش ندارم که اینجا صافه. ببینید این یه دونه دایره گرفتم، برای پایینش هم خب شبیه به هم هست. این باله نه دمش، باله اینه. میایم پایین یه دونه دیگه هم دوباره اینجا میذارم. این قسمت ما الان این ور رو گرفتیم، این قسمت هم دایره داریم. الیپس رو انتخاب میکنم، شیفت و پایین نگه میدارم و یه دونه دایره هم این یه دونه دایره کوچیکترش کنم، بزرگترش کنم، یه دونه دایره هم اینجا قرار میدم. دوباره یه کپی از این میگیرم و اینجا قرارش میدم. خب حالا لاین سگمنت تول رو هم انتخاب میکنم، شیفت و پایین نگه میدارم که این خط صاف اینجا رو من داشته باشم. همه رو با هم انتخاب میکنم، شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم، این قسمت ها رو من نمیخوام، تیکرم نمیخوام، زوم میکنم، شیفت و پایین نگه میدارم، ببخشید آلت و پایین نگه میدارم، این تیکه نمیخوام، این تیکه دوباره نمیخوام، اینجا رو حذف، اینجا رو هم حذف، این دایره داخل رو میخوام و فکر میکنم آره این کوچولی هم باید حذف بشه داخل این. اوکی. حالا همه با هم در حال انتخاب از قسمت پاتفایندر یونیتش میکنم، به این شکل در میاد.
دیدین که کامل این اینجا در اومد. انکر پوینت رو انتخاب میکنم، حالا روی خود وال اینو تنظیمش میکنم به این حالت که دقیقا مثل خودش بشه. میتونیم البته این تیکر رو هم باز دیلیت کنیم، خب هرچی نقاط کمتر شکلمون تمیزتر. و اینجا حالا درستش میکنیم، اینو میخورده اینجوری انجام میدیم، اینو یکم میدیم بالا که حتی همینم میشه حذف بشه. اینو هم حذف کنیم، از اینجا بیاد خیلی بهتره. میبینید اینجوری میذارم، الان چقدر تمیزتر شد. خب اوکی، این از والم. خب ما اومدیم دانلود کردیم شکل مورد نظرمون رو. شما هر شکلی یا هر شیپی رو میتونید داشته باشید. مثلا میتونید عکس هم دانلود کنید بیاره عکس مورد نظرتون رو. اما این نکته رو در نظر داشته باشین که اگر بخواید تکست رو داخل اون شیپ بندازین، حتما باید شیپتون حالت شیپ باشه، یعنی عکس نباشه. تکست داخل عکس نمیفته، شیپ یعنی باید طراحیش کنید. که دیدین ما این کار رو با هم انجام دادیم توسط شیپ بیلر تول. و اگر میخواین در مورد شیپ بیلر تول بیشتر بدونی، لینک اینجا براتون گذاشتم، میتونید ببینیدش و استفاده کنین ازش. ادامه ویدیو رو بریم ببینیم. اینو که کشیدیم استروکشو که البته استروک نمیخوام باشه، شیفت و ایکس رو میزنم که به این حالت تبدیل بشه. حالا ما دیگه نیازی به این عکس نداریم، آلت و کنترل تو رو میزنیم حذفش میکنه. خب بیام تکستمون رو اضافه کنیم، مینیمسم WHALE وال، اینو بزرگش میکنم. توی اینجور طراحی ها هرچی فونتتون ضخیم تر باشه جالب تر در میاد. من میام کپتالش میکنم، یعنی فونتو بزرگ میکنم و فونتو اینجا تغییر میدم به اسم LT انرژی VF. این یا این بهتره. ببینید چقدر ضخیمه، اینجوری خیلی بهتر میتونیم توی وال در بیاریم. حالا میان فونتو از حالت تکست خارجش میکنیم، راست کلیک میکنیم و کرییت اوتلاین میکنیم از حالت تکست خارج بشه. خب تا اینجا یک کار ما اومدیم تکست رو هم وارد کارمون کردیم. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که چطوری اون تکست رو داخل بدن ماهی میندازم و چجوری بدن ماهی رو تیکه تیکه میکنم. من بهتون میگم چطوری بدن ماهی رو برای تیکه تیکه کردنش باید از پاتفایندر استفاده کرد. که اگر بخواید کامل در مورد پاتفایندر بدونید، لینک جا گذاشتم، میتونید ببینید کامل. و الان ادامه رو بریم با هم ببینیم که به چه شکل در میاد. این والمونم چیکار میکنیم؟ میام با استفاده از لاین سگمنت تول، ببینید 1 2 3 4 5، ما 5 تا حروف داریم، پس والو باید به 5 قسمت تقسیم کنیم. من لاین سگمنت تول شیفت و پایین نگه میدارم صاف بیاد پایین، یه خورده استروکش اینجا زیاد میکنم که ببینیم. یه دونه اینجا میذارم، خب یه کوچولو که فاصله بینشون باشه، یه دو تا خط دیگه، یه خط دیگه کنارش میکشم که مثلا فاصله بینشون اینجا به این صورت باشه. جفتشو با هم انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم، یه دونه دیگه نمیخوام توی دمش بره ها، یه دونه دیگه اینجا میذارم. بذارین من والا شیفت و ایکس بزنم که ببینید. دوباره این دوتا رو با هم میگیرم، الان این یه دونه شد دوتا، یه دونه دیگه هم دوباره اینجا میذارم، میشه 1 2 3 4 5. یه دونه دیگه اینجا میذارم و یه دونه دیگه میگیرم، اینو میچرخونم. حالا بهتون میگم چرا. اینو هم میذارم اینجا، یه خورده بزرگش میکنم. خب این تیکر میخوام برای وی باشه. حالا میگم 1 2 3 4 5، ما 5 تا حرف داشتیم. اینو یکم بیاد اینورتر، اینو هم بیاد این ورتر و الان اوکی. حالا همه اینا رو با هم میگیرم، میام چیکار میکنم؟ از قسمت پاتفایندر دیوایدش میکنم. دیوایدش که کنی، بذار من یه بار دیگه همه رو بگیرم آنگروپ کنم، دوباره آنگروپ شد. الان دیوایدش که کردم، میبینید اینا همه تیکه ها جدا جدا شد و الان من میتونم ازشون استفاده کنم. حتما در نظر داشته باشین که تکستتون، من اینو دوباره آنگروپ کنم، تکستتون حتما باید زیر شکلتون باشه. ببینید توی لایرها اومده زیر اینا، اگر تکستتون بالای شیپ قرار بگیره ارور میده. من میام این شیپ رو اولی رو انتخاب میکنم با وی، با شیفت جفتش رو با هم انتخاب میکنم، میرم از قسمت Object Envelope Distort و Make V Top Object
کلید میانبرش هم Alt و Ctrl و C هست. اینو که بزنم میفته داخل این. دوباره این شکل دومی با H رو انتخاب میکنم. گفتیم Ctrl Alt C. میفته داخل این. اینو انتخاب میکنم. اینو انتخاب میکنم. Ctrl Alt C روی کیبورد. دوباره اینو انتخاب میکنم. L رو انتخاب میکنم. Ctrl Alt C روی کیبورد. و دمشم با این انتخاب میکنم. Ctrl Alt C روی کیبورد به این شکل در میاد که اضافی ها رو میتونیم اینجا پاک کنیم. میبینید اضافی ها یه دونه اینه 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 و پاکش میکنیم. این تونستیم یه دونه وال اینجوری در بیاریم که البته خط اینجای L میتونه Lمون رو یه خورده دمش رو بیشتر بکشیم که اینجا میتونیم مثلا خودتون یه دونه یه همچین چیزی رو اضافه کنیم. مثلا Shift X رو بزنیم به صورت مشی در بیاد. یه خورده اینو من بیشترش کنم و از این حالت این مدلش کنم. میتونه خودتون یه دونه خط اینجا بزنین که این دومش هلال اینجاشو داشته باشین. یا مثلا الان میتونین از گزینه پایینی استفاده کنین ولی بالایی بهتره به این صورت. حالا یه خورده نازوکیشم سروکشم کمتر کنین. خب اگه بخواین رنگشو تغییر بدین، اگر مثلا من اینو انتخاب کنم میبینید به رنگ خاکستری هست، به خاطری که برای چی این رنگ هست و شما رنگ رو الان نمیتونین هر رنگی بذارین تغییر بدین. چرا؟ چون که اومدین به صورت انولوپش کردیم. پس دابل کلیک میکنم روش که این نوار خاکستری بیاد و الان مشکی اینجا مشخص هست و من میتونم رنگ رو به این حالت بدم. دوباره اینو رو هم بگیرم و مثلا اینو بزنم آجرابر از این رنگ بگیرم که رنگش رو میتونیم کنترل سی از اینجا برداریم و دونه دونه از این بگیرم. دوباره با وی اینو انتخاب کنم، روش دابل کلیک کنم وی، دوباره اینو هم همینجور وی، دومش هم همینجور انتخاب شده باشه. یعنی باید حروفاتون انتخاب بشه. این یکی هم که دیگه به این صورت میتونیم رنگ والو اینجوری داشته باشیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. اگر دوست داشتین لطفاً لایک کنین. اگر هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. زنگوله رو هم فعال کنید که هر زمان ویدیو گذاشتم نوتیفیکیشنش براتون ارسال شد، سریع تشریف بیارید و ویدیو جدید من رو ببینید. دو تا ویدیو پیشنهادی دیگه براتون دارم. اگر میخواین در مورد ابزارها بیشتر بدونین و ابزارهایی که مهم هستن در طراحی، پیشنهاد میدم این دو تا ویدیو رو ببینید و فکر میکنم به کارتون بیاد. در آینده با ویدئوی دیگه در خدمت شما هستم.